در این قسمت میخوام از لزوم پدیده‌ای باهاتون صحبت کنم به نام پیش فاکتور. همینطور که از اسمش برمیاد، مرحله قبل از ارسال فاکتور نهایی و دریافت وجه پیش فاکتور هست. اما در اصل پیش فاکتور یک زرنگی هستش که پیمانکار یا کسی که داره خدمات رو ارائه میده انجام میده، یعنی شما، برای اینکه بتونه مواردی رو گوشزد کنه و پیش پرداختی رو بگیره. همون میشه گفت طی کردن قبل از انجام کاره. شما وقتی تاکسی هم میخواید سوار شید، مسیر به خصوص پیچیده یا تو هم با توقف، اگر چنین چیزی باشه، حتما قبلش میایید و طی میکنید. این کمک میکنه که در طول مسیر دیگه خیالتون راحت باشه و بدونید که اون خدماتی که میگیرید نهایتاً چقدر خواهد شد. پیش فاکتور هم همین رول رو بازی میکنه برای کارهای خدماتی که تو حوزه های به هر حال کاری باهاش مواجهید، از جمله کارهای هنری. به هر حال از نظر روانی کسی که پیش فاکتور رو زیر بارش نمیره مشتری مسئله داریه و احتمالاً میخواسته با شما بازی کنه، یا کار ازتون بگیره پول کامل نده، یا کار ازتون بگیره اصلا پول نده، یا فقط میخواسته بدونه که مثلا قیمت این کار چنده، یا مثلا یه کاری رو بهتون گفته به یکی دیگه هم گفته، میخواسته بعدا مقایسه کنه هر کدوم بهتر بود. خلاصه اینطور افراد زیر بار پیش فاکتور نمیره. اما اینکه توی پیش فاکتور چی هست، درسته که فایل صوتی رو دارید گوش میکنید، اما مسئله ساده است، میتونید تصور کنید. در یه پیش فاکتور به هر حال در قسمت بالا اسم خریدار و اسم فروشنده نوشته میشه که به هر حال فروشنده شمایی، خریدار اون فرده. تاریخ حتما داره، حتما شماره داره، چون به هر حال اگه تعداد پیش فاکتورهایی که زدید برای مشتری متفاوت زیاد بشه، باید بتونید پیدا کنید. مسئله دیگه پیوسته، بعضی پیش فاکتورها پیوست دارن، مثلا نمونه کار یا مثلا کپی یه سندی یا کپی یه توافق دیگه‌ای. به هر حال اینکه آیا پیوست داره یا نداره رو اون بالا مشخص میکنید. و بعد آدرس فروشنده و آدرس خریدار، این خیلی لازم هست، و شماره تلفن. بعد معمولا یه جدول هست، داخل این جدول یه ردیف دارید که 1-2-3 هست به صورت عمودی، جلوش موضوع هست، موضوعی که مثلا توافق کردید، و بعد تعداد هست، و بعد قیمت پایه، و بعد قیمت کل، و بعد توضیحات. مثلا تصور کنید شما قراره یه کارت ویزیت طراحی کنید. خب طراحیش می‌نویسید موضوع، ردیف 1 موضوع، طراحی کارت ویزیت، تعداد مثلا 1 عدد، قیمت پایه مثلا 40,000 تومان، قیمت کل 40,000 تومان. تو توضیحاتش می نویسید مثلا پشت رو. اما شماره 2 میشه چاپ، شماره 3 میشه نظارت بر چاپ. یعنی یک کارت ویزیت خودش 3 جز داره و تفکیک میکنید و مشتری میفهمه. حالا میتونید منتی بذارید به سر مشتریتون، مثلا جلوی چاپش بنویسید تو توضیحاتش مثلا فقط هزینه چاپ دریافت میکرد، بعد قیمتشو بذارید 0، نظارت رو 0، یعنی من اینجا تخفیف بهت دادم. پایین این پیش فاکتور معمولا وقتی این اقلام نوشته شد توی همون جدول یه جمع کل هست که معمولا خب واحد پولی کشور ما ریاله، جدیدن تومن هم استفاده میکنن خیلی ها. اما قسمت مهم بعدی بعد از اینه، زمان اگه تخفیفی هم میخواید در کل بدید که قبل از جمع کل باید نوشته باشید. قسمت مهم بعدی اینه که شما میاد یه سری بولت تعریف میکنید، یعنی یه سری به اصطلاح نکته هایی رو 1-2-3 میکنید یا با ستاره مشخص میکنید که 1-50% مبلغ یا مثلا 30% مبلغ به عنوان پیش پرداخت، ایکس ریال به عنوان میان پرداخت و ایگرگ ریال به عنوان تسویه حساب دریافت میکردن. بعد مثلا می نویسید مبلغ پیش فاکتور به هیچ عنوان عدد داده نمی شود، یا مثلا می نویسید بعدش تعداد روز تحویل اقلام پیش فاکتور مثلا 30 روز کاری است. 30 روز کاری دیگه شامل روزهای تعطیل ملی یا جمعه ها نمیشه. 30 روزی که شما برید سر کار و روزهای رسمی کاری.
در صورت انصراف خریدار مبلغ پیش فاکتور عدد داده نمی شود. و بعد نکات دیگه‌ای که حالا هر پیش فاکتوری واسه خودش می طلبه. نهایتا محل امضای فروشنده، محل امضای خریدار و تاریخ. شما باید پیش فاکتور رو در دو نسخه آماده کنید، با پیک بفرستید برای مشتریتون بعد از اون جلسه‌ای که گذاشتید، هر دوش رو امضا کرده باشید. حالا مشتری هر دوش رو امضا میکنه و مبلغ رو با پیش فاکتور شما میفرسته واسه شما، یعنی یکی از اون پیش فاکتورها رو نگه میداره اما یکیشو با مبلغ برای شما میفرسته. این قاعده و قانونشه. حالا اگر مشتری حاضر نیست این مرحله رو بگذرونه، معلومه که یه برنامه ای داشته یا داره. این بزرگترین و مهمترین قسمت متوقف کردن ضرر هست. اینکه فکر کنی پیش فاکتور بزنم زشته یا نمیدونم معلوم نیست یا نمیدونم کار نپره، اینا همه ریسکیست که شما به جون خودتون میخرید و وقتتون رو به هدر میدید. حالا مشتری پیش فاکتور رو داد، پولم داد به شما، شما کار انجام میدید، به موقع تحویل میدید. اگر موقع تحویل بتونید فاکتور رو همراهش بفرستید خیلی عالیه، به خاطر اینکه مشتری میاد و تسویه حساب میکنه، همون پیش فاکتور رو بالاشو میکنید فاکتور و اون بندای پایینش هم برمیدارید. لازمه که در کامپیوترتون سربرگ داشته باشید، لوگو داشته باشید، امضا داشته باشید. دقت بفرمایید که بد نیست در پیش فاکتور ذکر بشه که مبلغ تسویه حساب در زمان تحویل خدمات پیش فاکتور دریافت می‌گردد. این قصه پیش فاکتور خیلی مهمه، واقعا دوست و دشمن رو از شما تفکیک می‌کنه. من در فایل صوتی بعدی به موضوع دیگه می‌پردازم که اون هم در ادامه پیش فاکتور.